تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی. موضوع بحثی درباره تعهد، قسمت دوم. الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. چند تا اصطلاح که در این مبحث تکرار خواهد شد و ما سر و کار یکی با این چند اصطلاح داریم. قبلاً یه توضیحی درباره این اصطلاحات عرض کنم برای کسانی که در علوم انسانی ورزیده نشده اند، یعنی رشتهشون رشته علوم انسانی نبوده و در این اصطلاحات و از این اصطلاحات اطلاعات خوبی ندارند. تا آخر مبحث دیگه محتاج نباشیم که در موقع بکار بردن اصطلاح نگران باشیم که آیا آقایان توجه می فرمایند که چه می گوییم یا نه. عرض کردم که یک کلمه تعین ما بکار بردیم هفته گذشته، گفتیم که موجود بشری انسان تعین‌های گوناگونی در زندگانی دارد. برای اینکه با این اصطلاح آشنا شویم اجازه بدهید که یه مقدار توضیح عرض کنم. تعین یعنی چه؟ هر موجودی که، هر پدیده و رویدادی که شما در یک موقعیت معین آن موجود و اون رویداد را بر نهید و مورد تل قرار بدهید، اینا میگن تعین. خیلی آسانه، اصطلاح مشکلی نیست. الان فرض کنید که فلان درخت در حیات این خانه الان موقعیت مخصوصی از نظر رنگ برگهایش، طول شاخه هایش، ظرافت گلهایش دارد. مجموعه این تعینی در باری این درخت به ما نشان می دهد که این تعین مشخصه و برای به وجود آمدن این حالت این تعین راه ها پیموده است با عناصر و با پدیده ها و با رویدادهای فراوانی جلاویز بوده است، تفاعلاتی صورت داده است تا فعلا به این وضع معین رسیده. این اصطلاح تعین تقریبا یه مفهوم عمومی است که شما می توانید درباره انسان چی می خواهید به کار ببرید در نظر بگیرید. می گوییم تعین انسانی در مرحله اول نیست جز مجموعه ای از مواد طبیعی و روابط و عوامل براثت و سازنده اینها و متشکل کننده این اجزا چه باشد روابط قوای طبیعت. درست مثل یک حیوان، تعین اولی انسان در اونجا مانند یک حیوان خود دارد، من دارد، شخصیت، نه به اصلاح اخلاقی و اجتماعی، یعنی او موجودیتی دارد که می تواند محور قرار بگیرد به جلب عوامل سود
خواستار و به نفی طرد منافع موارد مواد زیان بخش. این یک تعین اولی. حیوانات هم دارن، اونها هم در حدود خودشان از یکی در موادی تشکل یافتن، عضوی دارن، عشبت ساختمانی به وجود آوردن، یه مجموعه متشکلی هستن. این تعین اول. اینجا مسئله تعهد، احساس مسئولیت، احترام به تکلیف اصلاً مفهوم نداره. هیچ. زیرا چنان که عرض شد، یکی به عناصر مواد ناهوشیار ناخودآگاه بی اراده و بی اختیار در جویبار قوانین طبیعت با هم مترکب شدن، متشکل شدن، یه موجود مشخصی را به وجود آوردن و تعینی بهش دادن. در مرحله دوم، یعنی تعین دوم که هفته گذشته عرض کردم، رکن و عنصر مقدماتی بود تا اصلاح تعین را توضیح بدهیم، دیگر احتیاجی به رکن و عنصر نداشته باشیم. تعین دوم، مرحله دوم عبارت هست از این که موجود انسانی با خاصیت‌های مغزی خود، با خاصیت‌های فیزیولوژیکی خود، با خاصیت‌های پسیکولوژی خود یک موجود معینی است در میان جانداران و در میان سایر موجودات کره خاکی، میخورد و میآشامد، سودی میدهد، سود میگیرد، پیروز میشود، شکست میخورد، میاندیشد، تخیل میبرزد، هنری برای خود میسازد و فلسفهی به وجود میآورد و حقوقی برای خود جعل میکند و همچنین. این مرحله دوم از تعیونه. یعنی در اینجا دیگه ما با یک موجودی سر و کار داریم که از مرحله خام اجتماع مقداری از عناصر و مواد بالاتر رفته. هوشیاری مطرح است، آگاهی مطرح است، منطق مطرحه، زیبایابی و زیباشناسی مطرح است، توسعه دادن خود. ها، این استای خود هم میخواستم از خودم یادم رفت، این استای خود رو هم بگم چون تکرار خواهد شد، کار داریم باش. خود یا من، چنان که از کلمه فارسیه همین خود برمیاد و من، این یک مفهوم دشوار تجریبی فلسفی نیست. این همون مایه خمیر مایه است که میعان و این اطاف شما را در جلوه قوانین حس می کند. یه برگی را در نظر بگیرید، خود ندارد. اگر بادی از راست بیاد او به چپ خواهد رفت، از چپ بیاد به راست خواهد رفت، درست شد؟ آبی روش ریخته بشه خیسه، تسلیم محض است به قوانین. برای موجودیت خود خمیر مایه سازنده ندارد که محیط خود را تغییر دهد، بگوید اینجا آب بیاد من خیس میشم، من میرم اون بر. نه دیگه، این در برگ نیست، در یک مشخاک که باران میاد روش الان خیسش خواهد کرد. یک مشخاک اونجا تغییر محیط برای خود نمیدهد تا حفظ کند خود را، چون خود ندارد. خود علمی از میکنم، از نظر فلسفی مباحث زیاد داریم توش، ندارد. پس خود چیه؟ اینا ملاحظه فرموده اید که به شیر که بخواد بگیره ماس بشه یه مایه میزنه. دیگه مجبورم اینجور مثال های دم دستی از کنم برای جواندره هامون، و الا میدانم که در جهت همون فضلا و دانشورانی کشف دارن که باید اینها را خیلی با سرعت رد شویم و در اون مفاهیم عالیش مطرح کنیم، ولی اجازه بدهن اون بزرگان که ما عموم شنوندگان محترم را در نظر بگیریم.
شدید امایت، چطور امایت این اطاف و میعان شیر را میبندد و تعجر خاصی بهش میدهد. این خود اون حقیقت خمیرمایی درون شما، این من خمیرمایی درون شما که حاکم است بر حرکات شما، بر سکنات شما، برای حفظ موجودیت تو توجیهات می کند، شما را رهبری می کند، عوامل لذت بار را به شما نشان می دهد، عوامل ضرر بار و آسیب آور را به شما توضیح می دهد، راه نشان می دهد برای زندگی در طوفان، در طبیعت طوفانزای قوانین که بیرحمانه و خشن برگها را جلوی خود می گیرد، به خاک اعتنایی ندارد. این خود و من کاری می کند که شما در جلوی قوانین، در جلوی مجاری و جویبار پدیده ها و قوانین طبیعت بیستید، می گید من هستم. باد میاد میرم تو اتاق، برق میاد میرم پناهگاه، هوا سرده خب میرم لباس گرمتر میپوشم، لباس که گرمیش بیشتر باشه و و و و. بعد از حالا که دانش مطلوبه میرم دانش فرا میگیرم. این ام اینها اشاره به اون خود فرمانده درون شماست که ما میکنم انشاءالله این مقدار برای دوستان کافی باشد. این اصطلاح را اگر در نظرتون گرفتید، اون وقت یک اصطلاح دیگر را باز توضیح بدم که کار ما را خیلی آسان خواهد کرد انشاءالله. اون اینه، این خود یک اصطلاح خود طبیعی دارد، از اون افعی بیابان گرفته، عقربش، شطرش، ماهیش، مرغ همایش، زشتش، زیبایش، بزرگش، کوچکش، دارای این خود طبیعی، یعنی محصول تفاعلات ماده است. چون حیات دارد، چون جاندار است، جاندار یک خمیر مایه‌ای به وجود میاد، در درونش میترسم بگم به وجود میآورد. چون میفتیم تو یک مکتب‌های تو عرشبت که قوقای مکتب های فلسفی دیگر اجازه تر این طوری به طور اکسیوم بپذیریم بریم تا کار مناسب بشه. این همان است، خود طبیعی در ساده ترین حیوانات وجود دارد تا پیچیده ترین حیوان که من و شمایی. این خود طبیعی محصول مواد و روابط و قوانین و موضوعات و نمودها و فنومنهای طبیعت. انسان در این مرحله تعینش تعین ابتدایی مثل سایر حیوانات. اینجا تعهد، تکلیف، احساس مسئولیت، اگرچه انجام بگیرد ولی بسیار جنبه میکانیزم داره، علت و معلول جبری، بوی انسانی در این تعجیل وجود نداره. این را میخوام عرض کنم. در این مرحله دوم تعجیل که موجودی به نام انسان لابلای خودش، خود انسان، خود طبیعی شد کردم، مرحله دوم خود تبدیل میشه به خود انسانی. ببخشید اشتباه کردم، قبل از خود انسانی اصلاح خود انسانی را عرض کنم. میاییم سر خود انسانی در مقابل خود طبیعی. خود انسانی چیه؟ خود انسانی عبارت هست نه انسان در منطقه ارزش ها، نه، خود انسانی در مقابل خود افعی، خود روباه، خود گاب، خود خر، خود شتر، در مقابل اون خودها این موجود خودی دارد بسیار وسیع، پهناور، عمیق، دارای نفوذی به نفوذ جهان هستی. خود
اینجا خود انسانی است، یعنی این موجودی موجود خود مشخصش منش خیلی قویتر، پربال و پرتر، اوج پروازش بسیار بیکرانتر، اما هنوز این خود در منطقه ارزش ها وارد نشده است. یعنی انسانی که دارای این خود است فقط و فقط اگرچه راقی تر و تکامل یافته تر از خود طبیعیه، بسیار بالا، اما بالا داریم، با عظمت داریم، بزرگ داریم، خیره کننده داریم، منطقه ارزش داریم. این دوتا نباید با هم مخلوط بشه. یه مثالی یه وقتی عرض کردم دیگه، نمیدونم برای آقایانی که عرض کردم اینجا تشبه یا نه، یه مثالی عرض کنم تا این منطقه ارزش ها از عظمت یه خورده فاصله بگیره، مرزش معین بشه. یه پینه‌دوزی را تصور بفرمایید، یه پینه‌دوز نشسته اونجا و سوزنی به دست، از شاید که مشغول کاسبی خودشه، کاری میکند، مزدی بگیرد، زندگی خود و آیلش را برای بیندازد. کفشتون را میبرید به این، میدهید به این پینه‌دوز، میگویید که آقا این جاش پاره شده، این را برای من بدوز. میگه چشم، چقدر میشه؟ 20 ریال. و واقعا هم در مقابل اون کار مطابق وضع اقتصادی و وضع عرشبت اجتماعی اون جامعه همون 20 ریاله. واقعا اون مقدار بخیه بزنه میشه 20 ریال. شما 20 ریال را به این پیردوز میدید و این 20 ریال کاری که معادلش هست 12 بخیه فرضاً، این 12 بخیه را زد، همون مطابق ارزشی که از شما گرفته بود کارت را تحویل داد. اما این در این کار فکر کرد، گفت که برای استحکام این کار ما 2 بخیه بیشتر بزنیم، این کار محکم بشه، نه برای اینکه دفعه دیگر کفشش بیاره برای بعد، نه، این نیت کوچک از مغزش، نسیمش از مغزش عبور کرد که انسان است، منم چه امکان دارم، منم چه نخم تمام نشد، سوزنم چه نشکسته، و این 2 بخیه برای این شخص مفید است، برای من اگر چه انرژی خواهد برد، ولی صرف این انرژی در مافوق معامله، در مافوق سودجویی من برای یک انسان انجام خواهم داد. 2 بخیه الان در این جامعه وارد منطقه ارزش شده است به وسیله اون فرد پیردوز ما. 2 بخیه حالا یه 500 هزار ابن سینا تصور بفرمایید، یه 500 هزار ابن رشد، یه 3-4 میلیون محمد زکریای رازی، اینها بزرگترین کار تاریخ بشری را انجام بدهند، اما فقط به مقتضای غریزه زنبور عطلی مغز به جبر میخواد، به طور جبر مغز میگه برو کاوش کن، به طور جبر دترمین، به طور ضرورت جبری. این 7-8 میلیون داخل منطقه ارزش نیست، 2 بخیه داخل اینها، داخل عظمت‌های تاریخ بشری قاطی بشه. چرا؟ اون 2 بخیه از من انسانی معمولی بالاتر رفته، از من ایدئال سرچشمه گرفته، از خود ایدئال سرچشمه گرفته. مال آقایان از خود انسانی عالی، بسیار عالی، خیلی هم برای ما مقدره، خیلی ارزش داره کاری که جناب آقای حسین بن عبدالله بن سینا انجام داده است، قربونش هم میریم، احتیاج هم بشتاریم، اما آقا نیامد در ارزش ها ممنوع الورود است، دورکی به خاردار مفاهیم انسانی نمیگذارد
هر کسی که به مقتضای هوا و هوسش، به مقتضای خود جبری که به اون در طبیعت تحویل شده از کار کند، نمیتونه وارد شه. نمیتونه از که از نظر عظمت ها، از نظر پیشبرد کاروان بشری، اصلا شما فهمید عامل محرک تاریخ هن اینا بالاتر از این. اصلا شما از اون مکتب تبعیت کنید که میگوید شخصیت هاست که گردونه تاریخ را تحریک میکند، همین آیه را دیدن. و این پیردوزی ما هیچ در مقابل محاسبه عظمت و مزایای این بزرگواران هیچ. تمام شد. اما از نظر منطقه ارزش، حوزه جاذبیت ارزش، این تو حساب است. هیومانیزم ها دنبال این میگردن، اونهایی که مثل های دیگرها میخوان بگوین بابا از خود مجازی انسانی که در موقع عبور از پل طبیعت دریافته اید، او را یواشاش به ایدئال مبدل کنید، اینا میخوان که با تعهد درونی دو بخی زده اد، تعهد اتوماتیک و احساس مسئولیت در ما فوق شفای ابن سینا با تمام عظمتش. درود میفرستیم به ابن سینا، درود میفرستیم به امثال ایشون. نوکرشیم واقعا برده شد. من علمانی حرفن قد سیرنی ابتا، ما برده این پیشتازان. تمام شد. مسئله نباید قاطی بشه، مسئله قاطی بشه کاسکوزم رو بیشتره. بذارید این مسائل در مرز خود راه برن. این مسئله خیلی مهمه. لذا در این تعین دوم که انسان به عنوان یک موجود تکامل یافته زیر و زبر کننده کیهان و این همه حماسه های شکوه‌آمیز که در بارش میگوییم و جا هم دارد، این همه نام مجلل پر غرور و پر افتخارش زمین و آسمان در زمین و آسمان پیدنداز شده از صحیح است، درسته. اما خود اینها فراموش نکنید اصلاح خود را، خود اینها یک خود طبیعی وسعت یافته، ظریف، لطیف، نافذ و نیرومند، اما ماهیت عوض نشده به مرحله سوم برسه. لذا در همین مرحله دوم، در تعین دوم میگوید انسان گرگ انسان است و الا انسان در تعین اول که مشترک با حیوانات بود فلسفه سرش نمیشه تا انسان را ارزیابی کند و بگوید تعهد، عمل به تعهد بدون کیفر ناشی از ذات نفسه. چرا عمل میکنی؟ ترس نداری؟ چرا عمل میکنی؟ تعهد بودنش میشه نبودنش. این در مرحله دوم وجود دارد. در تعین دوم در اون خود انسانی تکامل یافته وجود دارد. میگوید تعهد، بی تعهد، من فلسفه دارم، من بینش دارم، اصل تنازع در بقا دارم. من تو چرا از دست من این اصل را میگیری؟ چرا مرا زبون میکنی در مقابل این نیرومت؟ من الان تعهد بستم، کیفری هم دنبالم نیست. این مسئله بود که یکی از بزرگان نقل کرد که گفت در یکی از کشورهای بزرگ در یک کنفرانس فیزیک شرکت کرده بودیم. خودشون من نقل کرد، گفت که یه دو نفرم اونجا با ما آشنا بود که با هم میگشتیم و در اون کشور میگشتیم، تفریح میرفتیم اینها. در یکی از خیابانها فرعی من گفتم که آقایان اگر الان کشتن من برای شما سودی داشته باشه، فرض سودی داشته باشه و هیچ ضرری عاید شما نباشه، هیچ قانونی کیفری نتواند سایه شما را بگیره، مرا میکشید یا نه؟
گفتن نه. گفتن چرا نمی کشید؟ فرض ما مثل همون آدم کشتن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص تعبید حیات شماست، کیفر تحفظ برای حفظ پیمان هاست و برای گذراندن امور در این حد خیلی عالیه. بنابراین اگر فلسفه ما بی تعهد بالا باشه دیگه اشکال ندارم، دیگه نتمام ملامت کرد. من فلسفه میگویم که فقط و فقط نژاد خودم را برتری بدهم به تمام جوامع مانند جناب آقای هگل. بکن کسی بانتی، من هنری را میسازم، هنری را به وجود میآورم که فقط و فقط اطلاع مرا در جوامع بشری اثبات کند، شهرت جهانی پیدا کنم. حالا برای انسانهای دیگر در این هنر من چه میگذرد به من چه؟ مثل بعضی از قلم ها که ملاحظه فرموده اید که قلم زیبا، هنر خیلی رسا، خیلی خوشایند، ولی محتوا خلع محض و پوچی حیات، اون حیات که نمونه ای از شعاع الهی اسمش هم هنر تعهد احساس نمی‌کنه که. اگر تعهد احساس میکرد میگفت خیلی خوب، حالا من بدبین شدم به زندگی، مرا یأس ادبی چون من بزرگ میبینم به بعضی از نویسندگانی که نوشته های بدبینی دارن بهشون میگم یأس فلسفی، چون یأس فلسفی بالا، یأس ادبی. خب من یأس ادبی پیدا کردم، چرا؟ من انسانم، اگر افراد دیگری حیاتشون شکوفانه است من چرا لنگ کنم اونا رو؟ اگر مسئول احساس تعهد در این مرحله تعیّر دوم امکان داشت، این آقا احساس تعهد میکرد، این آقایان چه شرقی و چه غربی در باره حیات انسانهاش میخواستن صحبت کنن، با احتیاط و با ریشه انسانی صحبت میکردن، نه این که بگذار من بگم و عرشبت که مانند سنگ انداختم به استخر قرباقه ها که قرباقه ها سکوت کنن بدانن من میتوانم خیلی عالی بنویسم و رگ حساس انسان ها را تکان بدهم. آی ام نمیاد بیرون، نمیاد بیرون، از من نمیاد بیرون. آقا از این خود تعین اول و تعین دوم بیاییم بیرون، این باید بشر بیاد بیرون، و الا خدا شاهد همین مشکلات هست. فلسفه هاییست که زایده خواهد شد، انسان هاییست که تلفات این فلسفه ها را متحمل خواهند شد. واقعا گاهی شما در همین نوشتجات یه خورده بیشتر دقت کنید، ببینید که این شخص به جای این که بگوید تب دواش اینه، هزیان تبش را به عنوان فلسفه بیان میکنه. تبدار خودتو هزیان میگی، این هزیان تبالود تو بر من فلسفه میشه؟ خودت انصاف بده، یه خود رو فکر کنید. شما من فریاد و آه و ناله سردردی که دارم، این میتواند پزشکی و عرشبت که درد اقتاب دردهای سردرد و دواهای اون رو بیان کنه. شما اول سرتون خوب بشه، شما اول خودتون حیات را دریابید، بعد برید از بالا درباره حیات تفسیر کنید. اگر تعهدی دارید ملاحظه میکنید چقدر ما عرشبت تلفات بی تعهدی را میدهیم؟ ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، زحمت دارید، خوشایند و دلربا نیستید، گذشت میخواد انسان انجام وظیفه کند، انجام تعهد کند، زحمت دارید، خوشایند و دلربا نیستید،
اما اراده کسان را به جنبش در می آوری، قانونی وضع می کنی که به خودی خود در نفس راه می یابد و همه تمایلات با اون که در نهانی برخلافش رفتار می کند در پیشگاه تو ای تکلیف ساکت است. ای تکلیف، ای تعهد، اصلی که شایسته توست کدام است؟ و ریشه دجاد ارجمند تو را کجا توان یافت که او با کمال بناعت از خیشاوندی با تمایلات یک سر گریزان است؟ و ارزش حقیقی که انسان به خود بتواند بدهد از همون اصل و ریشه برمی آید. انسان از اون جهت که جزئی از این عالم محسوس و از عالم طبیعت است، همانا به وسیله اون اصل گام برتر می گذارد، گام فراتر می نهد و الا همون تعین اول است خود طبیعی، تعین دوم است خود انسانی قدرتمندتر. این آقا شد چند مرحله دوم ما، تعین دوم ما. خب تعین سوم داریم. تعین سوم کدام است؟ در تعین سوم دیگه البته نمیخواییم، نمیتوانیم مرزی بر اینها تعیین کنیم. ما یافتید که یک کسی از ما بین فاصله تعین اول و سوم خیلی با سرعت رد میشه، بعضی ها میاد در تعین دوم گیر میکنه، بعضی ها یک مقدار تعین دوم گرفتارش کرده، یه مقدار قدم گذاشته به تعین سوم. اینا دیگه انشاءالله کتب میتونید بیندیشید توش. تعین سوم کدام است؟ تعین سوم آدمی عبارت است از اون موقعیت و تبلور و تشکلی که به وجود آمده و در اون منی به وجود آورده است، اما اون من توانسته است از چاه خود، از چاه تاریک خود براید و احساس کند که من با انسانهای دیگر قابل تعدیلم، من با جهان طبیعت قابل هماهنگ شدنم، من در کتاب هستی قدرت ارتباط با کمال اعلی را دارم. این احساس پایه نخستین تعین سوم است. البته این پایه بسیار شریفتر، بسیار آرمانیتر و ایدئالتر از دو تعین اولی است، چون دیگر انسان اینجا توانسته است از لانه خود بیرون بیاد و احساس کند که می شود گفت انسان به اضافه انسان دیگر یک انسان، به اضافه یک انسان دیگر با یک انسان. از آجر شمردن رد شده، از این که خیال کند شمارش انسانها مانند شمارش میز و صندل و لوستر و فرش و آجر، که اونجا یک به اضافه یک میشه دو، به اضافه یک میشه سه، به اضافه ده میشه سیزده، به اضافه یزده میشه سی. ندیگه وقتی که این مطلب را توجه کرد که این من قابل تعدیل و قابل ارتباط بسیار عالی با انسانهای دیگر است، عینک ریاضیش در باری انسان مات میشه، دیگه خوب نشون نمیده. و من زار که کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و ما خلقکم ولا بعثکم. کم اشارت از انسان نخستین تا انسان آخرین. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده.
هرچه تعیر با پایین تر، تکسر و تضاده های کشنده بیشتر، هرچه تعیر پایین تر. متاسفانه را باید فکر کنیم دیگه که تضاد، تخالف، رقابت در سایر عناصر و در سایر مواد باعث پیشرفت میشه، در انسان اغلب کشنده بوده است. جای تاسف. به جای اینکه این آزادی رقابت در اندیشه، رقابت در بیان، رقابت در پیشرفت ها باعث پیشرفت دست جمعی جوامع باشه، متاسفانه این رقابت ها به علیه موجودیت یکدیگر ما به کار رفته است. در صورت که چه نعمت بزرگ، مطلبی را من ابراز کنم، مطلبی را شما مخالفش ابراز کنید، فقط به شرطی که من خودم را مینا کنم تو هم خودت. ما بلندگوی خود نباشیم، ما بلندگوی خود طبیعی نباشیم. شما بگید دو زد در دو هفته است، من بگویم دو زد در دو چهار است، یقین بدونید اگر اینجا خود رقاصی نکند، این دوتا نظریه متضاد در جلاویز بودن با هم یه مسائل آریکه را مطرح خواهند کرد. بسیاری دو زد در دو هفته ها غلطه، اما به هر رمزی، به هر پدیده، به هر اندیشه کوچیکی در این دنیا ولو خیال بیغرضانه دست بزنی فایده خواهی بود. چه کنیم دیگه؟ جنگ بی پایان معرفت دست ما تشنلبیم، علتش اون خودهاست. عرشبت بنابراین ما در این تعین سوم قدرت پیدا کرده ایم، از خود آمده ایم بیرون. اینجا دیگر برای ما قوانین قابل احترام، تکلیف قابل احترام، تعهد قابل احترام است، وارد منطقه ارزش شده است. منطقه ارزش شده است یعنی برای ورود به منطقه ارزش احساس تعهد در این تعین لازم است ولی کافی نیست. اینجا اگر یاد تو باشه جمله از امام حسین علیه السلام به یاد داری که در اون روز خونین نینوا به اونها گفت ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر شما دین ندارید، اگر شما ابدیتی را سراغ ندارید، اگر شما نتوانستید به اون من ایدئال اعلی برسانید، خب منطقی انسانیت دارید، ما با اون منطقی انسانیت با من مدارا کنید. اصولی دارید، قوانینی دارید، تعهدات انسانی دارید، شما روی اون تعهدات با من معامله کنید. این دیگه حد اقلش که هست. لذا تعین سوم مرحله اولش بسیار عالی است. یعنی ای کاش باز بشر بکوشد تعهدها و مسئولیتها را در این قلم رو بتونه عمل کنه، واقعا خود تعهد احترام داشته باشه، و تعهد که احترام نداشته باشه به طور جبر بر ما تحمیل شود، چه فرق میکنه با یه ترس از سیری بره باغبان آبیاری کنه؟ چه فرق؟ لذا کسانی که استدلال میخواستن بکنن برای اثبات اختیار به بشر با این احساس تعهد و مسئولیت و تکلیف، درست در نمیاد. حتی بعضی از خیلی بزرگان ها آمدن گفتن انسان احساس تعهد میکند، انسان احساس تکلیف میکند، انسان احساس مسئولیت میکند، ماورای سود و زیان ها معلوم که اختیار داره. ها این درست نیست. به جد که ممکنه همین احساس تکلیف به طور جبر بهش داره تحمیل میشه، همین احساس تعهد و مسئولیت به طور جبر داره بهش تحمیل میشه، این دلیل بر اختیار 100% نیست. یا
اختیاری است به تشبیه بلای روبی بسته دو لنگه کجاوه بار که بزن رو اولاغا گاهی این گاهی او این طرف میکشه اون طرف میکشه اسم این پالان را اختیار نتوان گذاشت. این یک شد پالانیست که انسان را تعهدهای کیفرها و لزوم قوانین جبری اشتما بار میاره. چجور میشه این را گفت تعهد عالی انسانی؟ مرحله دوم تعین سوم تعهد الهی است، تعهد انسانی الهی است، انسانی خط تیره یه خط افقی الهی است. این را توضیح بدید. شما خیال نکنید که برای این که این تعهد انسانی عملی بشه کار بکردن در روی زمین آیا کار زیاد شد؟ قرن 18 و 19 و 20 مغرب زمین اگر تلاشش دو قسمت بشه، یک تلاشش برای همه مکتب انسانی بود که بتواند انسان را اونطوری معرفی کنند، تثبیت کنند که تعهدها بجوشه، احساس مسئولیت بجوشد، واقعا زحمت ها کشیدن، تلاش جدی به خرج دادن. میدانید چرا نتیجه کم شد؟ 5-6 تا عامل نوشتن، 5-6 تا عامل نوشتن. جواب میکنم اگر بخوایم اون عوامل را عرض کنیم وقت با یه خورده تنگ میشه. بذارید من دو عاملش را فقط عرض کنم، اون 4 تا عامل هم در نوشتش دارم اگر آیا بخوام تقریب بکنم براش. اون اینه، یکیش این بود که اینها کوشش کردن یک اصول و یک قوانین ثابتی برای انسان در همین تعجیل سوم ها انسان تثبیت کنند و توضیح بدن و عملی کنند، اما عدم یاد از دست دادن قدرت تسلط بر ماشین از 18 به این طرف، از 19 به این طرف، و عدم معرفی دقیق انسان باعث شد انسان تو ماشین قوتور شود. عرض کردم شاید هم عدم قدرت نه عدم خواستن، بالاخره ماشین شدید مسلط شد به انسان، مرزی پیدا نشد ما بین انسان و طبیعت چه بیان بگن این انسان یا بصورش یا الله عمل کنید انسان کجاست هستن. این یه عامل واقعا هم مشکلی شد، این قضیه مشکل عجیبی شد که ماشین اون مواد ناخودآگاه عربد زنان انسان را پیچید، از آسمان، از زمین، از طرف تمام شعور زندگی او را فرا گرفت. خب حالا میخواد انسان همون در مکتب هیومانیسم اصول یاد از کو انسانش، چجور انسان میفرمایید، کجاست این انسان که ما براش یک عده اصول و قوانین انسانی مجزا عالی مرزدار مشخص تثبیت شده تعبیرش بدیم بگیم آقا بفرمایید. این یک عامل. عامل دوم که به نظر بنده یعنی عامل هفتم هشتم میشه، عامل دوم که اگر عوامل بشمار بین عوامل ششم هفتم میشه، این خیلی بی اهمیت تلقی شد، خیلی بی اهمیت شده و ترس اینجاست که باز در آینده هم بی اهمیت تلقی خواهد شد. اگر مثلا میخواستن عوامل عدم رواج مکتب انسانی را 117 عامل بنویسد، اینی که میخوام اصلا انداختن 117 همش کرده، اون آخر آخر به نظرم اونم با اجرا حالا بنویسیم ننویسیم، دلیل این که این مکتب حقیقتا نتوانست نظم و ترتیب و مراعات حقوق اشد انسان ها یه مسئله دیگریست، این غیر از اون مکتبی است که سران
و پیشتازان انسانی در نظر داشتند. او یه بسید که بعد درز میکنم. آقا اینا آمدن این را در اون آخر سیاه قرار دادن، لیستگیری کردن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 مثلا عدم تعادل تولید و توزیع ها در مسائل اقتصادی، عدم مراعات حقوق، عرشبت که عدم پیشرفت فرهنگ، تخصص های افراطی، خوب مسائلی شدم اینها از یه جهت واقعا مهمن در عامل عدم پیشرفت مکتب انسانی. یکیش را انداختن اون آخر آخر که همچی بنویسیم ننویسیم حالا بد نیست فلان. اونی باید این بود که این مکتب را در کدامین خودها میخواید پیاده کنید؟ کدامین خودها؟ 1000 مهندس درجه یک دنیا تصور کنید جمع شدن از کره خاکی، از همه جا عالی ترین مصالح را آوردن برای ساختن یک ساختمان، عالی ترین نقاش از اون رامبران نشرفه تا پیکاسو، از نظر مقاومت مصالح قوقا چه ارز کنم با شکوه ترین ارمزات عباد اللتی لم یخلق مثل حافل بلاد آوردن ساختن، در وسط ساختن دیدن زیرش میلرزه، نگاه کردن جا کوه آتش پیان زیرش. حالا چیکار کنی؟ آقا مگر شما خیال میکنید مطالب عالی کم گفته شده؟ در همین ادبیات فارسی خودمون نگاه کنید، به خدا بعض وقت انسان آقا حقایقی میبینن مطایی میدن بختش میبره، خدایا چه مغزهای با عظمت اینا بودن. مطالب خیلی عالی وجود داره، مهندسین زبردست، نتوان قدر اونها را کم گرفت. شوخی نیست، یارو 50 سال 60 سال در مسائل انسانی فکر کرده، از اعباق تاریخ کهن تاریخ را کشیده بیرون، اصول را تصفیه کرده، مسائل روانی دیده، حقوقی دیده، تاریخی دیده، جامعه شناسی ها سپری کرده. درست شد؟ چه شده؟ چرا این مسائل عالی انسانی به طور عمیق در نهاد انسان ها رسوخ نکرد؟ زیرا اون اصول عالی روی خود مهار نشده پیاده میخواست بشه. اول بیا به من بگو خود من چی که هست و خود را چجور میتونم تربیت کرد. شما برای بهداشت یک دردسر، یک قرص و 1000 جور باید تصویب بشه و جا هم داره. و این همه قوانین با عظمت، این همه اصول عالی را کجا میخواید پیاده کنی؟ با کدامین خودها؟ چون عمده بنیاد نگهدارنده این پیکری ساختمان و این اصول و قوانین بهشتی ارمی باقی ارمی شما روی خود منهای انسان هاست. این منها کوه آتش پیشان است. اگرم در عوارضی روزگاران که در تاریخ گاهی آرام میشیده، گاهی نمیدونم خیلی قشن شعر میگه، غزل میگه، اینها رو عوارض خود تصفیه نشده. شما آقایان دقت کنید که قرآن مجید چقدر در باره خود هی داد میزده. آخر قانون اصل به این عظمت، انسان اگر تو به اضافه بشی به 4 میلیارد و نیم، 4 میلیارد و نیم به تو اضافه بشی یکی بدونا. آخه این بدون خود ایدئال، بدون خود تسکشده، آقا چطور قابل تصوره؟ من عرض کردم من هنوز به خودم محبت نورزیده، به من میگی به دنیا محبت ببرد؟ بسه خودم من نمیگم چه هستم که قابل دوست داشتن هستم که محبت ببرزم بعد به شما محبت ببرزم یا نه؟ آیدا دقت خوب چیزی در اینجور مسائل، سطحی نگذاریم اینجور مسائل را. این آقا کوها یا 4 میلیاردیم کوه آتش بشان داری، خیلی لطیفه، یک ساختمان بخواییم بهش توش بتازیم.
بداب انسانی. رؤیا خیلی عالی، نیت بسیار پاکه، ولی مادامی که شما نمیتوانید مهار کنید خود مرا، فقط و فقط اون ما آتش پیشان میکنه، آتش پیشانش در خارج حد میشه. درون مرا راه بیاب، به من بگو خود را اول چه کنی تا بعدی شود با من و جز من و جهان و آغاز و انجام. بعد بیا، این انسان برادر توست، طعم میده، مزه داره، طعم داره. عرض شود که همش یزکیه، قرآن شما، قرآن مقدس، قرآن اون کتاب انسانی، یزکیهیم بعدن یعلمهم اصول را، قوانین را بعدن. اول بذارید من این خود را آرام آرام آتش پشانیش آرام بکنم. میخواهم هایش تعدیل شود، افراط تفریط در غرایز حیوانیش نکند، به بهتر وجه استفاده بکند. من اولا این انسان را بدم دست خودش. آقا بگر رو همه مکتب انسانی هزاران متفکری فکر نمی کنن. دیگه این مکتب را نمیخوام ببرم، سرش را درد ندم با این کلمات قلمبه تلمبه. ها؟ چرا دنبال شما می نویسید این قرن ما قرن بیگانگی انسان ها از یک دیگر؟ من نوشتم یا شما نوشتید؟ من چی نوشتم بعد تب باست؟ والا من نوشتم قرن بیگانگی از همدیگر، بعد قرن بیگانگی انسان از خود. یا علی، اون وقت به این میگه من میخوام یومنیزی را پیاده کنم. این بیگانه از خود چطور میتواند با گانه و رفیق و دوست و برادر و برابر انسانی تلقی شود؟ تو خودت میگی انسان بیگانه از خود. جستجو کن، جستجو کن، جستجو. باز بیاییم یه نسیمی از شرق در این مجمع ما بوزد. جستجو کن، جستجو کن، جستجو، گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو. شرح سره اون شکنج زلف یار، مو به مو کن، مو به مو کن، مو به مو. روبه های و هوی بزم کوی یار، های هو کن، های هو کن، های هو. هرکلیت ها را، روسه ها را همشه جمع کن. بعد بگو بودگهی از خود منی والودگی، شستشو کن، شستشو کن، شستشو. ای خدا این نهر جان را از هوس رفترو کن، رفترو کن، رفترو. منگه از دریای علمت سوی جان جو بجو کن، جو بجو کن، جو بجو. گر نخواهی خود فراموشت شود، نمیخواهی باغ، باغ مرگبار انسان بیگانه از خود را به پیشانیت بزنم، گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید از آنان که مبدعشون را، منشعشون را، آغازشون را انجام دادن، نسیان کردن، فراموش کردن. آغاز مبدع و پس خودتون را فراموش کنید. کسی که نداند از کجا آمده است، نخواهد دانست به کجا می رود. گر نخواهی خود فراموشت شود، کابو، کافکا،
یاد او کن، یاد او کن، یاد او. پروردگارا ما را به فراموشی خود مبتلا مفرما. بنابراین این که میبینید قرآن این همه یزکیه میگوید، این میدانید خداوند جهان را انسان را آفریده، میداند مغزی بهش داده، حواسی هم داده، کوشش خواهد کرد، تلاش خواهد کرد، قرن به قرن گسترش خود را با طبیعت گسترش خواهد داد، لابلای خود طبیعیش واقعا تا پیکرانها گسترش خواهد یافت. درست؟ لذا اون را به عهده خودتون میذاره، میگه تفکر و تفکر و تحقیلون، فکر کنید بیاندیشید. اما اونی که عرشبت جدیترین جملات قرآن است، یزکیه، اینها را تزکیهشون کند، تا نگوید اونقدر بار کدورت به دلم آمده جم، که اگر پایم از این پیچ و خم آید بیرون، لنگ لنگان در دروازه هستی گیرم، نگذارم که کسی از عدم آید بیرون. نگوید این بیچاره. این برای اینه که یزکیه، اونها را تزکیه کند، بعدم بگوید اصل اینه، قانون اینه. جلال الدین را در نظر بگیرید، این یکی از انسانهاییست که شکوفان شده قرآن است. ای خود را بحث میکنه، ای من را بحث میکنه، ای خود را بحث میکنه. تمام فشارش، تمام تمرکز قوای این مد روی همین منه، روی همون خودتا، به جد که میدانند تا این کوه آتش بشان تبدیل به یک منبع نیرو بخش و آب حیات بخش نباشد، قوانین و اصول در روبینایش کار مهمی انجام نخواهد داد. مرحله سوم ما، تعین سوم ما، عبارت است از تعین انسانی الهی، که انسان مطرح است، حقیقت انسان مطرح است، با یک تزکیه نخستین و بنیادین که در خود انجام میگیرد. اون وقت به انسان میتوان گفت بپسند بر خود اون چرا که بر دیگران میپسندی، نپسند بر دیگران اون چرا که بر خود میپسندی، و تعهدت را داشته باش، احساس مسئولیت کن. چرا؟ چون طرف تعهد خودش است. با چه تعهد بستید شما؟ در یک جامعه ای که انسان واقعا معنا شده، انسان ها در یک رابطه الهی با هم متشکلند، شکسته تعهد یعنی چه؟ این احساس با خودش داره مبارزه میکنه، و تخلف از احساس مسئولیت تخلف از خویشتن است. تا اینجا امشب بس باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا، بار الها خداوندا، اون گناهان ما را بیامرز که ما را به تعهد و مسئولیت بی اعتناع کرده است. پروردگارا، آب رفته از جوی بار حیات ما را بر ما برگردان. پروردگارا، معرفت ما را به مقام شامخ ربوبیت بیفزا. پروردگارا، در راه تعدیل خود، در راه تعدیل بعد دست ما را بگیر. جمله از امین المؤمنین در نشر بلاغه هست که اونجا باز این مسئله اهمیتش معلوم میشه. الان یاد افتاد، بیفرماد که یکی از بزرگترین الطاف خداوندی که بر کسی شامل میشود این است که کمک میکند او را در ورود به تعدیل خود و به تعدیل من. این معلومش که
یکی از اون انسان‌هایی که اینقدر وارسته شده است که شایستگی دخالت خدا را در تعدیل منش پیدا کرده. خدایا در تعدیل من دستگیر ما باش.